بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام میکنم خدمت حضار محترم، به خصوص اساتید عزیزم جناب آقای دکتر اربانی و جناب آقای دکتر دینانی. خیلی خوشحال هستم که در مراسمی که حضور داشتیم بزرگواران تشکیل میشه عرایزی رو خدمت دوستان تقدیم کنم. عذر میخوام از این که یک کمی بیان من اساتید فرمودن، همه فلسفه فرمودن، من یک کمی اصطلاح عرایزم خلاف اون چیزیست که اساتید فرمودن. این نکاتیست که درباره این دو استاد بزرگوار عرض میکنم که انشاءالله من میبخشم و همه هم میدونن که من چقدر ارادت دارم به هر دو بزرگوار. عرایزم دو بخش میکنم، یک بخشش رو درباره شخصیت فکری این دو بزرگوار عرض میکنم، بخش دومش هم سهمی که این دو استاد در وضعیت تفکر در ایران امروز دارند. اول از شخصیت فکری هر دو بزرگوار بگم که خب در بین ماها دوستان ایشون و این دو بزرگوار معمولا یک عنوان یا به طور کلی عام برای این بزرگوار و چند نفر دیگه که دوستانشون هستن به کار میبریم. ما در عرف خودمون تو انجمن و اینها به این دوستان میگیم اعیان ثابته، بعض اوقات میگیم کلیات خمس، بعض اوقات هم میگیم ثابتات ازلی و حالا علت داره، میدونم خودشون هم که چرا ما میگیم اینها رو، علت داره و علتش هم تجانس خیلی شبیه فکریشون، هم خب به عنوان عین ثابتی میمونند که به اصطلاح خب بعضی دیگه از تحقق وجودیشون هستش یا فیض وجودی این اعیان ثابته هستش. این که شباهت فکری و شباهت رفتاری میان این دو بزرگوار بسیار جالب توجه هستش برای کسانی که از دور نگاه میکنن، شاید خودشون توجه نداشته باشه. نکات که برای من خیلی جالب بوده، من یکیش رو هم عرض میکنم و بعد میپردازم به اون بخش دوم عرایزم. هر دو بزرگوار در عقاید خویش بسیار راسخ هستند و شما نمیتونید جلوی آقای دکتر اربانی یا جلوی آقای دکتر دینانی چیزی بگید که به اصطلاح خلاف اعتقاداتشون، خلاف نظرشون باشه. منتها تفاوتی که دارن با بقیه اینه، تفاوتشون این هستش که آقای دکتر اربانی رو اگه جلوشون یه چیزی بگید خلاف مثلا فرض کنین شیخ اشراق، خلاف افلاطون بگید، دیگه تکلیف شما با رب العالمینه. ولی بیان نمی کنن، بیان نمی کنن و خب نهایتاً با کمال سعه صدر گوش میکنن، ولی وقتی که میخوان دفاع بکنن دیگه به شما اجازه نمیدن که شما فکر بکنید یا هیچ چیزی بگید. من در چندین کنفرانس خارجی خدمتشون بودم که اون اساتید چه مطلبی رو گفتن درباره یکی از حکمای اسلامی. آقای دکتر من یک دفعه دیدم شمشیر رو کشیدم بی‌رحمانه، یعنی اصلا نذاشتن این بنده خدا کلامی جواب بده و خود اونم مونده بود. منو هی نگاه میکرد، گفتم برو که دیگه رفتی، دیگه جای موندن تو نیستش. و اما یه نکته بسیار جالب، همین بزرگواری که اینقدر در اعتقادات افلاطونی راسخه، همین بزرگوار شما کتاب خونه شده نگاه کنید، من کتاب خریدنشون هم دیدم، همه میخرن، یعنی فیلسوف مدرنی هم که به هیچ وجه با عقاید راسخشون تعارض داشته باشه افکارش رو اینجور نکس نخونه، میخرن و میخونن. من نمیگم که معتقدم هستن، این برای من بسیار جالب توجهه که یک کسی اینطور راسخ باشه در اعتقاداتش ولی این قصه ای صدر داشته باشه. و این رو من تعظیم علم میدونم، این رو تکریم علم میدونم، دوستان شاهد هستن. من در برخی از جلساتی که در استخدام هیئت علمی بودش برای اینجا بسیار برای من جالب توجه بود که مثلا عضو هیئت علمی که به هیچ وجه آرا و نظریاتش مطابق اون چیزی که من میدونم دکتر اربانی اعتقاد داره نبوده، و واقعا من میدیدم که با کمال انصاف و با کمال تعظیم و تجلیل ایشون اینها رو استخدام میکردن و واقعا من احساس میکردم که اگر کسی دیگه بوده شاید به این سادگی راضی نمیشون. اینو میخوام بگم که این رسوخ در اعتقاد چجوری مانع سعی صدر ایشون نمیشد. خب اما آقای دکتر دینانی هم به همین ترتیب
ایشون به هیچ وجه نمیشه خلاف نظرشون صراحتا جلوشون صحبت کردش و به هیچ وجه، یعنی ما سابقه اینو داریم. حالا من عرض میکنم در تفاوت اعتراض این دو بزرگوار در خلاف صحبت کردن، ببخشید من خودمونی میگم چون زیادم خیلی فلسفه گفته شد، اعتراض آقای دکتر دینانی، آقای دکتر اروانی در خلاف گفتن اینی که با کمال ملایمت، با کمال به اصطلاح آرامش چند تا کلمه جنابالی میفرماین، دیگه چیزی نمیفرماین، یعنی چند بار میفرماین جنابالی و جنابالی و جنابالی تمام میشه. آقای دکتر دینانی به ترسی از مثنوی مولانا و شاید قبلش ناصر خسرو چندین بار در طرف میفرماین خر، و من اینقدر از این کلمه خری که ایشون استفاده میکنن استفاده کردم که میتونم از این حس بگم که بنده در خرشناسی شاگرد آقای دکتر دینانی هستم. و میدونین در مثنوی بیش از 200 بار کلمه خر به کار برده شده، مولانا همینطوری کلمات رو به کار نمیبره، خرشناسی مولانا بی نظیره. و آقای دکتر دینانی هم بر مخالفت میفرمان، این تفاوت دوتا روحیه رو میتونید ببینید، آقای دکتر اروانی میبه من جنابالی، آقای دکتر دینانی میبه من خر. و حالا من دلیلی که فکر میکنم این هستش اینه که اتفاقا الان که اومدم اینجا دیدم که کاملا مشخصه. آقای دکتر دینانی به اصطلاح به جایی که سبقت رحمتی غضبی باشد، سبقت غضبی رحمتی هستن. اما بسیار جالبه که شما مثلا میبینید آلبر کامو هم میخونن، هوسرل هم میخونن، نمیدونم گاهی اوقات که تو تشریف میارن تو اتاق، توی اتاق بنده، من کتابهایی رو که اونجا دارم میبینم که با چه کنجکاوی نگاه میکنن، میبرن نگاه میکنن. خب یک کسی که اینطور اعتقاد داره به یک سنت فکری حکمت اسلامی، نباید اینجوری آدم احساس بکنید اصلا آلبر کامو رو شما میخونید چیکار. حالا یه موقع هست یکی میخونه برای اینکه رد بکنه، یعنی دنبال اینکه من بیان، ولی بی تردید دکتر دیرانی وقتی میخونه برای رد نیست، یعنی دنبال یه چیزی میگرده توش، من میخواد یه چیزی رو پیدا بکنه. حالا ممکنه شما اگر بعد دفاع کنید از آلبر کامو بگید نه اینطور نیست، ممکنه به شما خر بگه، ولی در اینی که در آلبر کامو دنبال یه چیزی میگشته تردید نکنه. اینی که من در هر دو بزرگوار هم این رسوخ در اعتقادات و هم این صدر علمی رو عرض میکنم. این بخش اول عرایزم بودش، ببخشیدم که به هر حال از اون حیوان شریفم خیلی نام کردم. اما نکته بعدی میخوام درباره جایگاه این دو بزرگوار در وضعیت فکری در ایران مطالبی رو عرض بکنم که خب حالا شایدم بازم شاید خودشون چیز نداشته باشن. من مهمترین جایگاهی که این دو بزرگوار رو و در وضعیت کنونی فکری در ایران برام به نظرم میادش، مقابله، نه مقابله به اصطلاح چیزیه که من معلومه کلمه مقابله معمولا مقابله تو هم با خشونت یا مثلا مقابله مسلحانه در نظر میگیریم، مقابله فکری با جریان سنت زدائیس از تفکر اسلامی، اون چیزی که داره به شدت در ایران به خصوص امروز داره جلو میره، سنت زدائی از تفکر اسلامی، و داره به نظر بنده بسیار داره خطرناک هم میشه، که این بسیار چیز جالب که عرض میکنم جلب توجه میکنه که اون کسانی که به اصطلاح به این قضیه توجه دارن، به این سنت توجه دارن، باید متوجه باشن که چه خطراتی داره به تدریج میادش. اون چیزی که در واقع از تفکر این دو بزرگوار میشه در این مقابله پیدا کرد اینه که من جریان سنت زدائی رو عرض کنم، جریانات مختلفش رو، و بعد عرض کنم اونها دارن چیکار میکنن. یکی از جریاناتی که به اصطلاح بسیار مهم هستش که خیلی هم الان غلبه داره، سنت زایی هست به صورت ایدئولوژیک کردن اسلام. من از این کلمه ایدئولوژیک به معنای دقیقش کار دارم. گاهی اوقات ما در ایران میگیم ایدئولوژی و منظورمون اعتقاده، منظورم اون نیست. ایدئولوژیک به معنای دقیق فلسفی و فکریش عرض میکنم، نه به معنای اینی که برخی خب ما میگیم ایدئولوژی اسلامی، یعنی منظورمون واقعا دین اسلامه. اسلام ایدئولوژیک در واقع یکی از خطرناکترین جریان‌های سنت زدائی از تفکر اسلام هستش. یعنی در واقع وقتی که تفکر اسلامی میخواد در حد یک اعتقادنامه سیاسی نزول پیدا کنه و این نوع اسلام ایدئولوژیک میخواد که با قهر و قهر بر عالم تصرف بکنه،
خب این در واقع اولین کاری که باید بکنه اینه که باید سنت زدایی بکنه و هر گونه تفکری رو که ایدئولوژیک نباشه انحراف از اسلام بدونه. این اون چیزیست که الان ما به شدت مواجه هستیم باهاش و به این ترتیب که هر نوع تفکری که به سبک ایدئولوژیک راست رایج نباشه انحراف میدونه. اما در این نوع تفسیر سنت زدا در تفکر اسلامی مشکلی که پیش میادش این هستش که فقط به طرح مسئله اکتفا نمیشه، به نفی اون کسانی که اهل این حکمت هستن پرداخته میشه و این خطرناکه. من اسم میارم اساتیدم، اسم چیزی نمیارم، دارم چون نقل قول میکنم. اما وقتی که اینطوری باشه میگوین که داوری فردیدی است، روانی نصری، دینانی هم حتما چون تابع طباطبایی یا آشتیانی بوده، اینها از تفکر اسلامی به دور هستند و مردود هستند. اینم اضافه کنم، اون وقت اون متفکر بزرگ شیعه شناس که من بازم تکرار میکنم که واقعا حق بزرگی در لااقل معرفی شیعه در جهان اسلام داشته، کربنم میشه جاسوس فرانسوی ها. اینا همه با همه توی مجموعه است در این تفسیر ایدئولوژیک از اسلام که در واقع میخواد سنت فکری اسلامی رو، سنت حکمی و عرفانی اسلامی رو که این دو بزرگوار جز نمایندگان اصلیش هستن نفی بکنه. دومین نوعی که تفکر این دو نفر میتواند به اصطلاح بگیم که در این جهت داره مقابلش قرار میگیره، اسلام فقه مداره. این بسیار حرف بی ربطی است که اگه کسی خیال بکنه که این گونه اقوال به معنای نفی فقه از اسلامه، اصلا همچی چیزی نیستش. کی میتونه بگه که اسلام درش فقه نیست؟ اون چی که مهم هستش فقه مداریه، یعنی تفکری که فقه مداره و سنت نبوی رو فقط در ظواهر فقهی منحصر میکنه. خب در این نوع تفکری، در این نوع به اصطلاح ضد سنتی بودن، خب سنت جنبه های مختلف دیگه هم داره. سنت نبوی فقط به سنت شرعی و شریعتیشون منحصر نمی شده، سنت طریقتیشون که ازش عرفان در آمده و اون جنبه سوم که حقیقته که ازش حکمت در میادش، اونا هم مد نظر بوده. من تا این سنت منحصر میشه فقط به یک جنبه شرعی ظاهری. اون وقتی که ماجراها شروع میشه که از این اسلام به اصطلاح محدود سنتی، اون وقت آقای دکتر دینانی درباره سما نکاتی میگن، خیلی هم توش حکمت بود، سما رو به کل آفرینش نسبت داده بودن. اون وقت ماجراها شروع میشه که خب علیه ایشون از جانب کسانی که اصلا نمیدونستن چی گفتن یا محدوده فکریشون در این حد نبود که وارد اون امور بشن. سومین نوع اسلامی که در واقع مخالف این اسلام سنتی هسته، اسلام روشنفکری اسلامیه یا رواندیشی اسلامیه، که خب این به دو صورت در آمده. یه صورتش اونی هستش که برخی از روشنفکران مسلمان ما وقتی میگن حکمت و عرفان مانع پیشرفت علوم شده، مانع پیشرفت تمدن مدرن شده، اینی که ما عقب موندیم و چه و چه و چی، نه اون بحث عقب موندگی سر جای خودش، اما اینی که مثلا ملا صدرا یا مولانا مانع این پیشرفت شدن، به نظر من این دو تا مشکل توش هست. یه مشکلش اینی که ما ملا صدرا و مولانا رو نفهمیدیم، مشکل دومش اینی که از پیشرفت نمیفهمیم یعنی چی، که وقتی میگیم پیشرفت مراد ما چی هست، چه چیزی باعث اون پیشرفت مدعی شده. خب اینی که نوع دوم جریان نوع اندیشی اسلامی که مانع این نوع تفکر تیپ آقای دکتر احوانی و دکتر دینانی هستش، اون مباحثی است که درباره اسلام گفته میشه که اسلام باید به سراغ معنویت و عقلانیت رفتش، معنویتی که جدا از دین هستش و عقلانیتی هم که جدا از حکمت اسلامیه. و خب مثلا دیگه کسانی مثل شیخ اشراق یا مثلا عطار دیگه توش جایگاهی ندارن. و عرایزم رو ختم میکنم، خیلی هم حرف زدم، ببخشید، دیدم یادداشت دارید مینویسین. میخواستم عرض بکنم که اگر این تیپ این فکری این دو بزرگوار، یعنی به اصطلاح اعیان ثابته، اگر نباشه، ببینید ما به کجا مواجه میشیم. ما الان هر یک از اندیشمندان بزرگ مسلمانمون رو که خب سه نفر از بزرگوارانشون لااقل من چون مجلس در برای اونها هست به در تعظیم تفکر اونها هستش،
ما اونا رو هر کدوم رو با یه برچسبی داریم میگیم بیرون هستن از دایره تفکر معاصر اسلامی. خب اون وقت من سوالی که برام باقی میمونه اینه که اگر دکتر داوری فردیدی بره کنار، دکتر اروانی نصری بره کنار، دکتر دینانی نمیدونم چی بره کنار، اون وقت چی میمونه این وسط؟ من حتی اجازه بدید یه کلمه دیگه هم بگم، یکی هم بین این پوپری هست اونم بزنیم کنار، فرقی نمی کنه. ببینید من این وسط کی باقی میمونه؟ من فکر نمی کنم. اون وقت ما میخوایم از چی دفاع کنیم؟ و جواب و پرسش سوالاتی که پیش میادش بالاخره منبع فکری میخواد برای پاسخ دادن دیگه. این منبع فکری کیه؟ چیه؟ یعنی واقعا کجاست این منبعی که 1400 سال ما نشناختیم و این موجود بوده و ما متاسفانه بزرگان ما، حکمای ما، عرفای ما پی بهش نبردن؟ خب اگر اینو اینجور هستش واقعا 1400 سال ما هیچی نداشتیم برای گفتن. خب وقتی 1400 سال حرفی برای گفتن نداشتیم، از کجا معلوم که الان داریم؟ پس دیگه لاف چی داریم میزنیم؟ خواستم بگم که جایگاه این دو بزرگوار در اینی که خدای نکرده ما به اینجا برسیم که دیگه هیچ گونه تفکری رو از سنتی که به ما رسیده قبول نداشته باشیم چه خواهد بود؟ عذر میخوام از اینی که بعضی جسارت ها کردم. سلام عرض میکنم خدمت استادان گرامی و دار محترم. بسم الله الرحمن الرحیم. کاشکی آقای دکتر پازوکی سخنان شیرینشون رو ادامه میدادن و قطع نمی کردن. این که وقت معیم میکنن 10 دقیقه و 5 دقیقه مشکل ساز میشه. گاهی هم البته نعمته. وقتی من صحبت میکنم محدود که میکنن نعمته. عرض میکنم که به دوست عزیزم آقای دکتر پازوکی میگم شما به لغو اصلا کاری نداشته باشید و به سخن لغو گویان اصلا اعتنا نکنید که حالا کسی هست جدی نظری داره، مخالفتی داره، باید مخالفتش رو شنید، نقدش رو باید شنید، گوش کرد، جواب داد، بحث کرد. اما کسی که تهمت میزنه، ناسزا میگه، برچسب میزنه در فلسفه که ما برچسب نداریم، برچسب زدن نداریم. مگر اینه که کسی ملا صدرایی باشه، کانتی باشه، مگه فحش و ناسزاست که کسی منتسب و منسوب به یک فیلسوف باشه؟ بگن آقای کاسیرر مثلا نئو کانتیه. خب هست دیگه، این که بعدش هم نمیاد چه اشکال داره؟ فیلسوفان ما از ملا صدرا تا زمان ما بیشترشون، اکثریت قریب به اتفاقشون صدرایی هستن، بعضی هم سینایی هستن. البته مگه من ای داره که کسی ابن سینایی باشه؟ هستن. اگر باید بحث بکنیم، خب مطلب دیگریست. فلسفه یک مشکل داره که اون هم آقای دکتر پازوکی تلویحاً بهش اشاره کردن. فلسفه در زمان ما مشکل سیاسته. نه اینکه سیاست چیز بدی باشه، نه اینکه باید از سیاست پرهیز بکنیم. از سیاست که نمیشه پرهیز کرد، سیاست امر لازم ضروریست. اما آیا میتونیم فلسفه رو تابع حکم سیاست بکنیم؟ ما در فلسفه، همه ما که اینجا نشستیم و اهل فلسفه این با همه اختلاف هایی هم که با هم ممکنه داشته باشیم، ما همه که اینجا نشستیم میگیم سیاست تابع فلسفه. درسته، غلطه، یا به هر حال یک نوع تناسبی بین این دو تا هست. حالا خیلی نخواهیم تابع و مطبوع بگیم، یه نوع تناسبی هست بین فلسفه. اما ببینید کار جهان شده کار سیاست. سیاست همه کاره است، همه جاییست. سیاست در همه جا نفوذ داره، از تولد تا مرگ. زمان مگر زمان ایدئولوژی باشه، ایدئولوژی معنی که آقای دکتر پازوکی گفتن، اون وقت باید فلسفه رو تابع ارزش ها بکنید. فلسفه تابع ارزش هاست، هنر تابع ارزش هاست، یا به عکس.
فلسفه به هنر میاد و بنیاد ارزش ها میکنه، وحی میاد قواعد و احکام رو میاره. این برای ما اصلا مطرح نشده. اگر کسی اظهار نظر بکنه که هنر تابع ارزش نیست، گویی که داره ارزش ها رو منکر میشه، منکر ارزش هاست. حالا چون من 10 دقیقه بیشتر وقت ندارم، این دو بزرگواری که کجا هستن اینجا؟ نه هم دفتر دو بزرگواری که اینجا نشستن، مثل همه اهل فلسفه یک هنر دارن و این که نه اینکه سیاسی نباشن، سیاست رو دخالت ندادن در کارشون، یعنی بی پروای سیاست، که من نتونستم اینطور باشم، بی پروای سیاست به کار خودشون پرداختن، به کار فلسفه پرداختن، همواره به کار فلسفه پرداختن. من بیش از 40 ساله که به هر دو بزرگوار ارادت دارم و این ثبات قدم و استقامت رو در کارشون دیدم. این تعلق داشتن به فلسفه در زمانی که همه چیز برای نتیجه است، ما از همه کار سود و نتیجه میطلبیم، در زمانی که هر چیزی، هر کاری، هر حرفی باید نباید لا تائل باشه، باید به جایی برسه، به سودی برسه. پرداختن به فلسفه که به قول مرحوم ارسطو کمسودترین اشرف علوم است، یا که کمسودترین علوم است، او الهیات گفت، ولی اله تئولوژی که او گفت، که گفت تاج فلسفه است، میتونیم تعبیر فلسفه ازش بکنیم. پرداختن به کمسودترین چیزی که در جهان هست و البته به یک معنای دیگه گرانبهاترینه، که اگر نبود چیزها بی بنیاد میشد، کارها بی بنیاد میشد، امور بی بنیاد میشد. این امر شریفی است و گفتم شهادت میدم 40 سال هر دو بزرگوار رو میشناسم، اهتمامی جز به فلسفه نداشتن، اعتناع اساسی به چیزی جز به فلسفه نداشتن و کار فلسفه کردن. آقای دو بازو که گفتن که به فلانی میگم فردیدی. ببینید فردیدی، فردید کی بوده؟ فردید چی بوده که فردیدی؟ فردید یک هنر بزرگ داشت و اون هنر بزرگ که باید ستایش بشه، هر کسی باید ستایش بکنه، این است که روز و شب کتاب میخوند، مدام کتاب میخوند، همیشه کتاب میخوند. با فکرش مخالفید، با اخلاقش مخالفید، با زندگی نکنید، با فکرش مخالفید، بحث کنید، رد کنید فکرشو. فلسفه که مقام بحث، مقام رد و ایراده، مقام دشمنی نیست. نمیدونم، یه مشکل در فلسفه هست و این است که در فلسفه هم باید بستگی داشت و هم باید تولرانس داشت. جمع این دو یه قدری مشکله. اگر کسی باید به یک فلسفه تعلق داشته باشه، که نمیشه تعلق نداشته باشی. فلسفه ها مساوی نیستن در نظر هیچ فیلسوفی، در نظر هیچ دانای فلسفی فلسفه ها متفاوت نیستن. کسی نمیتونه بگه که در نظر من دکارت و کانت مثل هم هستن، هر دو به یک اندازه درستن. میشه احترام گذاشت به همه فیلسوفان، اما به دوست عزیزم آقای دکتر اعوانی بگم که افلاطون و ارسطو، ایشون بلافاصله افلاطون میگن، اما به ارسطو احترام میکنن. رفته بودیم پاریس، یونسکو چند تا کتاب اون هدیه دادن، یکشم کتاب قطولی گذاشت به ارسطو بود. آقای دکتر اعوانی این کتاب رو نوازش میکردن با دستشون. ایشون که ارسطویی نیستن، ایشون افلاطونی هستن. اما
چون فلسفه احترام میکنن، احترام دارن و ارسطو مثال فلسفه است، ایشان هم به ارسطو احترام میکنن. آقای دکتر ابراهیمی مثل همه شاگردان بزرگ مرحوم آقای طباطبایی، اسم آقای طباطبایی که میاد، آقای طباطبایی عالم فیلسوف اصولی فقیه نیستن، آقای طباطبایی یک اسفند، یک نمونند. آقای طباطبایی ببینید این ارتباط، این ارتباط شاگرد و استاد فوق‌العاده قابل احترامه. چند روز پیش جلسه‌ای بود درباره ادراکات اعتباری که متأسفانه ادراکات اعتباری مرحوم آقای طباطبایی رو ما بحث نکردیم. چقدر وقت دارم؟ خیلی راجبش بحث نکردیم. بحث بود، من یادم اومد که آخرین بخشی که استاد مطهری در شرح روش ریالیسم نوشتند و منتشر کردند بحث ادراکات اعتباری بود. علتش این چی بود؟ ایشون میگفتن که من مخالفم با اون چه که حضرت استاد نوشتن، اما حضرت استاد رو رد نمیکنم، نمیخوام رد بکنم، من نمیخوام نظر خلاف آقای طباطبایی بنویسم. آقای طباطبایی حیات داشتن دیگه. این تعلق خاطر، این تعلق به فلسفه، اون وقت منشأ آثار بزرگ هم میشه، کارهای بزرگ میکنن، کتابهای خوب مینویسن، دیگران برخوردار میشن. من هم یکی از اون برخورداران هستم. البته گفتن توفیق ثبات و استقامتی که آقایون داشتن متاسفانه در زندگی نداشتم، اما از برکت دوستیشون هم باره برخوردار بودم و فلسفه حب، فلسفه محبت. اگر به نام فلسفه دشمنی میشه، نمیدونم، ممکنه فیلسوف باشه، فیلسوف جنگ باشه، ممکنه هگل جنگ رو ثابت بکنه، اما فلسفه از آنه ایست که فلسفه هست درس دوستی است، این دوستی. ببینید حب علم نیست، حب یک فیلسوف معاصر وقتی تفسیر میکنه که فیلسوفیا حب علم است، این علم رو یه جوری توجیه میکنه که گویی میخواد بگه حب هستی است. گوش دادن و انس با سخن وجوده، با حرف وجوده، با وجود است. اگر فلسفه اینه، بالاخره باید به استقبالش رفت. زمانه فلسفه رو دوست نداره، اینطور زمانه فلسفه رو دوست نداره، اما در این حال همین زمانی که فلسفه رو دوست نداره به فلسفه احترام میکنه. همین زمانی که فلسفه رو دوست نداره و آقای دکتر دینانی و آقای دکتر اوانی و حضرت آیت الله، آقای خامنه‌ای، آقای دکتر مجتهدی و همه استادان عزیز من، آقای دکتر جهانگیری استادت و همه استادان ما احترام میکنه. ما اگر حرمتی داریم، اگر اعتبار و احترامی داریم، این اعتبار احترام مال فلسفه است. امیدوارم همچنان از برکات وجود و آثار استادان گرامی آقای دکتر دینانی و آقای دکتر اعوانی برخوردار باشیم.